بالا هم برای جزئیات آخر این خبر و همچنان واکنش ها مرتبط به این خبر همکارانم نرگس اورخش از استانبول و عارف یعقوبی از واشنگتن با خود همراه دارم. نرگس از خودت شروع میکنیم که در مورد آخرین جزئیات این خبر به ما بیننده بگو لطفاً. برای همونطوری که در تصاویر زنده هم میتونیم مشاهده کنیم، هنوز هم ده ها نفر از نیروهای امنیتی از بخش‌های مختلف در محل این حمله حضور دارن، آمبولانس‌ها و همینطور نیروهایی که میخواین وضعیت را به گونه کامل بررسی کنن. در دو بیمارستان مجروحان انتقال یافتن، یک بیمارستانی که تصاویرش هم پیشتر نشر شد بیمارستان کهرمان کازان است، جایی که اغلب زخمی ها به آن انتقال یافتن و خانواده ها هم در حال حاضر به دنبال بستگانشان هستند. این حمله که به نوع خودش بسیار یک حمله نادر است و در بیشتر از 5 سال گذشته نمونه آن در ترکیه وجود نداشته، ساعت 15:26 به وقت محلی هنگامی که کارکنان مرکز صنایع هوانوردی و فضایی ترکیه از کارشان خارج می شدن اتفاق افتاد. دو حمله کننده که وزارت داخلی ترکیه یکی آنها را زن و دیگری را مرد اعلام کرده، در همین زمان حمله کردند و با تیراندازی پرداختند. چندین انفجار هم در جریان درگیری صدای شنیده شد. وزارت داخلی ترکیه پس از پایان درگیری که بیشتر از 2 ساعت به طول انجامید میان مهاجمان و نیروهای امنیتی، اعلام کرد که 4 نفر در این حمله جان خودشان را از دست دادن، 14 نفر دیگر هم مجروح شدن. وضعیت 3 تن از مجروحان وخیم گزارش شده و وزارت داخله و علی ارلیکایا اعلام کرد که در حال حاضر تمامی نیروها در محل حضور دارند، از جمله 9 نفر از تیم‌های تحقیق و بررسی از وزارت دادگستری ترکیه که گماشته شدند برای بررسی این وضعیت. در حال حاضر دسترسی به اینترنت در سراسر ترکیه مسدود شده و از مردم و رسانه ها هم خواسته شده که از ارائه هر گونه جزئیاتی که ممکن است روند تحقیق را با مشکل روبرو کنه یا معلومات هایی که نادرست هستن منتشر شود جلوگیری صورت بگیره. تا هنوز مشخص نیست که کدام گروه مسئول این حمله است. مقام های دولت ترکیه اعلام کردند که تا هنوز کسانی هم که این دو مهاجمی که از پای در آمدن مشخص نشده که هویتشان مرتبط با کدام گروه است. اما میدانیم در ترکیه چند گروه در سالهای گذشته فعالیت داشتند، از جمله حزب کارگران کردستان، همینطور فتو هم از سازمانهایی است که به باور دولت ترکیه به گونه حملات تروریستی را سازماندهی میکنه. اما روی هم رفته، در حال حاضر بسیار زود است که در این مورد چیزی گفت. بله نرگس، پس معلوم میشه که این حمله یک سراسیمگی را در میان مردم ترکیه و مقامات ایجاد کرده. برای تازه ترین جزئیات حتما با تو بخوای خواهیم ماند. عارف، در مورد حمله برامون بگو که در رسانه های آمریکایی هم بازتاب گسترده‌ای داشته و واکنش هایی را هم به همراه داشته. درباره این واکنش ها بیشتر از خود بشنویم. خب همونطور که اشاره شد، هنوز در مراحل آغازین قرار داریم و جزئیات بیشتر هنوز منتشر نشده. حتی از جزئیات خود حادثه، این که مقام های ترکی گفتند که در حال تحقیق هستند، اما در سطح بین المللی واکنش های اولیه را داشتیم. به عنوان مثال دبیر کل ناتو مارک روته واکنش نشان داده، در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشته که این حمله تروریستی را در ترکیه به شدت محکوم میکنه، گفته با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبتی داشته و پیامش واضح و روشن بوده به ترکیه، اینکه ناتو در کنار ترکیه می ایسته و از ترکیه حمایت میکنه. طبعا ترکیه عضو ناتو هست و البته تنها کشور مسلمان که عضویت پیمان ناتو را داره و مطابق با مقررات و دستور العمل ناتو، خب اعضای ناتو مکلف است از
امنیت کشور عضو دفاع کنه. در کنار این رئیس جمهور روسیه هم محکوم کرده، هم دردی کرده با خانواده های قربانی ها و اردوغان هم در مقابل سپاسگزاری کرده، اما هنوز در مراحل اولیه است، معلوم نیست و ممکن است تبعات بیشتر این حمله در ساعات آینده منتشر شود. چیزی که جلب توجه کرد برای من این شرکت یا کمپانی صنعت هوانوردی است که مورد حمله قرار گرفته، توساس. جالب است، من وبسایتش دیدم، یکی از پیشرفته ترین وبسایت ها یا شرکت های هست ببخشین که در حوزه تولید وسایل جنگی مثل درون های پیشرفته، جت های جنگی، نرم افزار های جنگی تولید میکنه و گفته میشه که شماری از رهبران پی کی که هم توسط نرم افزار های کشته شده که توسط همین کمپانی تولید شده. البته قابل یادآوری است که هنوز پیکیکه یا هیچ نهادی دیگر رسما مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما جالب است که فکر کنم یک روز پیش یا دو روز پیش بود که دولت ترکیه اعلام کرد رسما که رهبر زندانی پیکیکه میتونه در پارلمان ترکیه سخنرانی داشته باشه. از اونها دعوت کرد که به اصطلاح صلح کنه، سلاح خود را به زمین بگذاره. خیلی تحلیلگرا که ما دیدم گفته بودند که شاید این پیامی هست به اون درخواست و شاخه از این گروه نشان میده که طرفدار صلح نیست، اما باید تاکید کنم که هنوز رسما هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. خیلی ممنون است. ممکن که ساعت بعد جزئیات بیشتر داشته باشیم. نرگس، وزیر داخلی ترکیه هم در مورد این حمله توضیحات داده. در مورد این توضیحات برمون بیشتر بگو لطفا. بله، علی ارلیکایا وزیر داخلی ترکیه به محل این رویداد ساعت پیش رفته بود و در محل رویداد نشست خبری برگزار کرد و در مورد جزئیات نخستین این حمله گفت. اینکه در ساعت 3:26 این حمله اتفاق افتاده و همینطور در مورد زخمی ها و کشته های این رویداد هم گفت. در کنار این گفت که به گونه کامل این حمله را نیروهای امنیتی بررسی خواهند کرد و جزئیات این که چگونه این اتفاق افتاده و کسانی که در این حمله دخیل بودند از کدام گروه فرمان می گرفتن هم خواهد گفت در مورد این موضوع. اما باید گفت که این یکی از بزرگترین حمله هایی است که در چند سال گذشته اتفاق می افته و همونطوری که عارف هم اشاره کرد در این مرکز بیشتر از 18,000 نفر کار می‌کردند و یکی از بزرگترین مراکز تولید سلاح‌هایی هست که ترکیه در سال‌های گذشته رویش بسیار سرمایه‌گذاری کرده و حتی گروه‌هایی که از سوی دولت ترکیه در سال‌های گذشته هدف قرار گرفتن از طریق ساخت همین سلاح‌ها بوده و سلاح‌هایی که در عملیات‌ها از آن استفاده شده در همین مرکز ساخته شده بودند. خیلی ممنون استم همکارانم نرگس هورخش از استانبول و عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی.